حکایت آن دو برادر، یکی کوسه و یکی امرد، در عزبخانه خفتند. شبی اتفاقا امرد خشتها بر مقعد خود انبار کرد، عاقبت دباب دب آورد و آن خشتها را به حیله و نرمی از پس او برداشت. کودک بیدار شد به جنگ که این خشتها کو کجا بردی و چرا بردی؟ او گفت تو این خشتها را چرا نهادی؟ الی آخره. امردی و کوسهی در انجمن آمدند و مجمعی بود در وطن. مشتغل ماندن قوم منتجب، روز رفت و شد زمانه ثلث شب. زان عزبخانه نرفتند آن دو کس، هم بخفتند آن سو از بیم عسس. کوسه را بود بر زنختان چار مو، لیک همچون ماه بدرش بود رو. کودک امرد به صورت بود زشت، هم نهادن در پس کون بیست خشت. لوتی دب برد شب در انبهی، خشتها را نقل کرد آن مشتهی. دست چون بروی زد و از جا بجست، گفت هی تو کیستی ای سگ پرست؟ گفت این سی خشت چون انباشتی؟ گفت تو سی خشت چون برداشتی؟ کودک بیمارم و از ضعف خط، کردم اینجا احتیاط و مرتقد. گفت اگر داری زرنجوری تفا، چون نرفتی جانب دار و شفا. یا به خانه یک طبیبی مشفقی، که گشادی از سقامت مغلقی. گفت آخر من کجا دانم شدن، که به هر جا می روم من ممتحن. چون تو زندیقی پلیدی ملحدی، می برارد سر به پیشم چون ددی. خانقاهی که بود بهتر مکان، من ندیدم یک دمی در وی امان. رو به من آرن مشتی همزخار، چشمها پر نطفه کف خاویه فشار. وان که ناموسیز خود از زیر زیر، غمزه دزد می دهد مالش به کیر. خانقه چون این بود بازار عام، چون بود خرگله و دیوان خام. خر کجا ناموس و تقوا از کجا؟ خر چه داند خشیت و خوف و رجا؟ عقل باشد آمنی و عدل جو، بر زن و بر مرد اما عقل کو. ورگریزم من روم سوی زنان، همچو یوسف افتم اندر افتتان. یوسف از زن یافت زندان و فشار، من شوم توزیع بر پنجاه دار. آن زنان از جاهلی بر من تنند، اولیاشان قصد جان من کنند. نزد مردان چاره دارم نزد زنان، چون کنم که نی از اینم نی از آن. بعد از آن کودک به کوسه بنگریست، گفت او با آن دمو از غم بریست. فارغ است از خشت و از پیکار خشت، و از چو تو مادر فروش کنک زشت. بر زنخس چار مو بهر نمون، بهتر از سی خشت گرداگرد کون. ذره‌ای سایه عنایت بهتر است، از هزاران کوشش طاعت پرست. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گر دو صد خشت از خود را ره کند. خشت اگر پر است بنهاده تو است، آن دو سه مو از عطای آن سو است. در حقیقت هر یکی مو زان کوهیست، کان امان نامه سلی شاهنشهیست.
تو اگر صد قفل بنهی بر دری، برکند آن جمله را خیر سری. شهنه ای از موم اگر مهری نهد، پهلوانان را از آن دل بشکهد. آن دو ستار عنایت همچو کوه، صد شده چون فر سیما در وجوه. خش را مگذار ای نیکو سرشت، لیک هم آمن مخصب از دیو زشت. رو دو تا موزان کرم با دست آر، وانگه هم آمن بخصب و غم مدار. نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود. آن سکون صابه اندر آشنا، بهز جهد اعجمی با دست و پا. اعجمی زد دست و پا و غرق شد، می رود سباه ساکن چون عمد. علم دریایی است بی حد و کنار، طالب علم است غواص بهار. گر هزاران سال باشد عمر او، او نگردد سیر خود از جستجو. کان رسول حق بگفتند در بیان، این که منهومان هما لایش به آن.